خبر خوش راحلت دوستم و مردم افغانستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. راحلت دوستم در برگه فیروپی فیسبوک خود در مورد برادرش می نویسد: هیچ گونه ایثار و فداکاری را نسبت به مردمش دریغ نکرد و او مصمم به برگشت است و عنقریب بر خواهد گشت. از سوی هم روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: بانک جهانی تلاش دارد که 500 میلیون دلار از کمک های بسته شده را برای مردم افغانستان آزاد سازد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که بانک جهانی در حال نهایی کردن پیشنهادی است که بر اساس آن 500 میلیون دلار از کمک های مسدود شده برای افغانستان آزاد می شود. با این حال منابع تاکید کردند که این مقدار پول فقط برای ارائه کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان در نظر گرفته شده است. رویترز روز سه‌شنبه 9 قصد با نشر این گزارش گفت که قرار است اعضای هیئت مدیره بانک جهانی به طور غیر رسمی ملاقات کنند. هدف از این ملاقات گفتگو در مورد پیشنهاد است که در هفته های اخیر با مقامات ایالات متحده و سازمان ملل متحد مطرح می شود. این پیشنهاد تغییر مسیر وجوه از صندوق بازسازی افغانستان است که مجموعاً 1.5 میلیارد دلار می شود. رویترز به نقل از کارشناسان اقتصادی تحلیل کرده است که این کمک ها برای حل مشکلات کنونی افغانستان مؤثر است. در این گزارش اما تصریح شده که هنوز چگونگی انتقال این کمک ها به افغانستان حل نشده است، زیرا بیم آن وجود دارد که نهادهای مالی درگیر در معرض تحریم ایالات متحده آمریکا قرار نگیرد. این منابع برای ترس یادآور شدند که این پول برای رفع نیازهای فوری مراقبت های صحی در افغانستان، جایی که کمتر از 7% جمعیت آن در برابر ویروس کرونا واکسین شدند، اختصاص می یابد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منابع آگاه گفته است که بانک جهانی پس از انتقال این مقدار پول به افغانستان نظارت نخواهد داشت. این منبع افزوده است که بانک جهانی می‌خواهد این پول را بدون هیچ نظارت یا گزارشی به سازمان ملل و سایر آژانس‌های بشردوستانه منتقل کند. این منبع تحریم‌های آمریکا را یک مانع بزرگ برای انتقال این کمک‌ها به افغانستان عنوان کرده است. منبع گفته است در حالی که خزانه‌داری ایالات متحده نامه‌های دلپذیر ارائه کرده است که به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که می‌توانند تراکنش‌های بشردوستانه را پردازش کنند، نگرانی در مورد تحریم‌ها همچنان ادامه دارد که از عبور حتی مواد اولیه از جمله غذا و دارو جلوگیری می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از این منبع گفته است که تحریم‌های فلج کننده و عدم مراقبت از کارکنان بخش دولتی آوارگان بیشتر، ناامیدی و افرادگرایی بیشتر ایجاد می کند. از جانب دیگر منابع آگاه گفتند که بانک جهانی در صدد باز کردن راه میانبر برای طالبان است. رویترز به نقل از یک منبع نوشته است که کار اولیه روی مبادله بالقوه دلارهای آمریکایی برای افغانها انجام شده است تا این وجوه را به افغانستان تحویل دهند. با این حال منبع دیگر تاکید کرده است که این برنامه ها فقط در حد پیشنهاد است و هنوز اجرا نشده است. در این گزارش همچنان آمده است دو منبع گفتند که این رویکرد وجوه را به حساب‌های بین‌المللی مؤسسات خصوصی افغانستان واریز می‌کند که افغان‌ها را از حساب‌های بانکی خود در افغانستان به گروه‌های بشردوستانه در افغانستان پرداخت می‌کنند. رویترز گزارش تأکید کرده است که با این روش بانک جهانی راه میانبر را برای طالبان باز و در نتیجه از درگیری با تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل جلوگیری می‌کند. این خبرگزاری اما تصریح کرده است که این طرح پیچیده و آزمایش نشده است و ممکن است اجرای آن زمان ببرد. از سوی دیگر این خبرگزاری گفته است که پس از تسلط طالبان بر کابل و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بیش از 30 میلیون نفر با یک اقتصاد پرتنش، کمبود مواد غذایی و فقر روبرو هستند. تاکنون حکومت سرپرست طالبان حقوق آموزگاران و کارکنان دولتی را پرداخت نکرده است. با این حال در این گزارش گفته شده است که این گور کار طالبان میتواند فروپاشی سیستم های آموزش عمومی، مراقبت های صحی و خدمات اجتماعی افغانستان را تسریع بخشد. همچنان در این گزارش هشدار داده شده است کارکنانی که در ماه های اخیر معاش دریافت نکردند
ممکن است از حضور در محل کار خود دست بکشند و به مهاجرت گسترده از کشور بپیوندند. این در حالی است که بیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که واشنگتن با بانک جهانی و سایر کمک کنندگان در مورد نحوه استفاده از این بودجه از جمله پرداخت بالقوه به افرادی که در مقامات حیاتی مانند کارکنان مراقبت های بهداشتی و معلمان کار میکنند کار میکند. وی افزوده بود که آمریکا در بخش تأمین نیازهای حیاتی مردم افغانستان متحد است، هرچند بانک جهانی تایید کرده است که در حال بررسی انتقال وجود از صندوق بازسازی افغانستان به سازمان ملل متحد و نهادهای مدد رسان است، اما در این مورد هنوز جزئیات ارائه نکرده است. سازمان ملل نیز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. گفته نیست که صندوق بازسازی افغانستان در سال 2002 تأسیس شده و توسط بانک جهانی اداره می شد. منابع مالی این صندوق برای بودجه غیر عادی استفاده می شد که بیش از 70% بودجه آن از طریق کمک های خارجی تمویل می شد. در همین حال یک منبع در بانک مرکزی کشور می گوید که دست کم 13 کارمند بلند رتبه که از سوی اجمل احمدی سرپرست پیشین بانک مرکزی به گونه غیر قانونی استخدام شده بودند برکنار شدند. در میان برکنار شدگان یاسین وکیلی، دستیار اجرایی اجمل احمدی، شاه مقصود بابک، عامر عمومی تکنولوژی معلوماتی، نورالله مایار، معاون عملیات بانکی، عیسی مایار، عامر عمومی هماهنگی زونها، عبدالکریم ملکیار، رئیس روابط بین الملل و احمد شاکر ولی، رئیس سیستم تادیات بانک مرکزی شاملند. دلیل برکناری این کارمندان استخدام غیرقانونی، خلاف مقررات و بدون رقابت آزاد از سوی اجمل احمدی، رئیس پیشین بانک مرکزی، خوانده شده است. تصمیم برای اخراج این کارمندان در نخستین نشست هیئت عامل طالبان در بانک مرکزی گرفته شده است. با گفته این منبع، پرونده های دست کم 83 کارمند دیگر که از سوی رئیس پیشین بانک مرکزی در بست های مختلف خلاف قانون تعیین شده بودند زیر بررسی است و قرار است در هفته جاری نهایی شود. این کارمندان که بیشتر از نزدیکان اجمل احمدی بودند، خلاف قانون و بدون سپری کردن رقابت آزاد از سوی وی استخدام شده بودند. پیش از این اصیل گل توتاخیل، ناظر کل بانک مرکزی، در برنامه حسابدهی دولت به ملت این استخدام ها را قانونی خوانده بود. گفته نیست که توتاخیل در حال حاضر از سمتش کنار رفته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.